برای توجیه همین خطای بزرگ برخی میگویند اشرف یک امر داخلی دولت عراق است. میگویند نباید حق حاکمیت عراق را نقض کرد، در حالی که سرکوب اشرف فرمانش از بیت خامنه ای آمده و مجریانش نیز اجیر شدگان او هستند. ما میپرسیم آیا لغو محاصره اشرف دخالت در امور عراق است؟ آیا رعایت حاکمیت عراق این است که بیماران به خاطر یک محاصره پزشکی ضد انسانی همچنان وجع‌کش شوند؟ همین حالا در اشرف محاصره شده بیماری شماری از ساکنین به وخامت گراییده. بیمارانی مانند کاظم نعمت‌اللهی، سوده تقوایی، خلیل پور تافر، اکبر شفقت، مصطفی گنجه‌ای و الهام فردی پور. ما میگوییم باید برای لغو محاصره پزشکی اقدام سریع انجام گیرد. آیا احترام به حاکمیت عراق این است که بگذاریم اکیپ های وزارت اطلاعات رژیم آخوندی با 240 بلندگو به شکنجه روانی ساکنان اشرف به طور مستمر ادامه دهند؟ میدانید که از دیروز 210 بلندگو به 240 بلندگو افزایش پیدا کرده. جواب این سوال ها این است: خیر. اگر عمیق نگاه کنیم این برچیدن سرکوبگری ملاها در اشرف است که سبب احترام به حاکمیت دولت و ملت عراق می شود. همین چند روز پیش پارلمان اروپا طی قطعنامه اعلام کرد حق حاکمیت و قوانین داخلی نمی توانند به عنوان سپری برای دولت ها عمل کند و مانع از تحقیق درباره پرونده حقوق بشر آنها شود. ما ایالات متحده را به ایفای مسئولیت خود در سرگیری حفاظت اشرف و ملل متحد را به استقرار دائمی هیئتی برای نظارت بر اشرف فرا می‌خوانیم و این وظیفه اتحادیه اروپا است که از این خواست حمایت کنند. این عینی ترین شاخص رابطه آمریکا با مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آن است. این موضوع درباره برچسب بی‌اعتبار وزارت خارجه علیه مجاهدین نیز صدق می‌کند. رأی دادگاه استیناف واشنگتن در ژوئیه 2010 مهمترین فرصت را برای لغو این نامگذاری فراهم کرد. مگر امروز دولت مردان دو دهه گذشته از آن نمی کنند که این برچسب شوم و ناحق میراث شوم سیاست اشتباه گذشته است؟ پس چرا همچنان ادامه دارد؟ چرا تعامل با خامنه ای و احمدی نژاد باید به بهای بستن راه تغییر در ایران انجام شود؟ حالا این تحولات منطقه است که میگوید شما دارید زمان را به سرعت از دست می دهید و ما به همه دولت‌های غرب می‌گوییم که هرچه سریع‌تر به این سیاست شکست خورده خاتمه دهند، این به نفع مردم اروپا، آمریکا، تمام دنیا، منطقه و مردم ایران است. کما اینکه دیگر نباید شریان حیاتی رژیم آخوندی، یعنی درآمد ناشی از معاملات نفت و گاز را تأمین کنید و دیگر نباید به مراودات مخرب سرویس های اطلاعاتی خود با وزارت اطلاعات رژیم آخوندی ادامه دهید. خوب است در اینجا به
آلمان اشاره کنم، متاسفانه در این یک سال دولت آلمان حتی از همراهی با تحریم‌های بین‌المللی علیه ملایان سرباز زده است. در سال 2010 کمپانی‌های آلمانی بیش از 3000 نوع کالا به شرکت‌های فروختند که عمدتاً تحت سلطه سپاه پاسداران است. ما البته آلمان را به انسان‌های والا قدری چون گاوک می‌شناسیم که در قرن گذشته به یاری رهبر جنبش آزادی خواهی مردم ایران یعنی میرزا کوچک خان شتافت و جان خود را فدا کرد. ما آلمان را به نمایندگان پارلمانش و به مدافعان حقوق بشرش میشناسیم که بارها از مقاومت ایران دفاع و حمایت کردند. بله، دوران جدیدی با انقلاب‌های شمال آفریقا و خاورمیانه آغاز شده است. این فرصتی است تا دولت‌های غرب در سمت صحیح تاریخ قرار گیرند. اقدام شورای امنیت ملل متحد در تصویب قطعنامه پرواز ممنوع در لیبی و مجاز شناختن تدابیر ضروری برای حفاظت از شهروندان در این کشور گام شایسته است و دیدیم که پیشاپیش خامنه‌ای در مخالفت با آن چه داد و فریادهایی به راه انداخت. ابتکار جامعه جهانی برای حفاظت از شهروندان لیبی اخطاری به رژیم ولایت فقیه نیز محسوب می شود که هر روز در خیابانها و زندانها اعتراضهای مردم بیدفاع را به خاک و خون می کشد و هر روز محاصره اشرف را سخت‌تر می کند. از این رو مردم و مقاومت ایران از این تصمیم استقبال می کنند و تجربه قذافی نشان داد که دیکتاتورها فقط زبان قاطعیت را می‌فهمند و فقط باید با این زبان با آنها سخن گفت. بر این اساس از همه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی می‌خواهیم که 1. با توقف خرید نفت از آخوندها مشارکت در تأمین هزینه سرکوب مردم ایران را متوقف کنید. 2. ترتیبات ضروری برای صدور حکم جلب بین‌المللی خامنه‌ای به جرم جنایت علیه بشریت را فراهم سازید. 3. برچسب تروریسم از نام مجاهدین را حذف کرده و مقاومت مردم ایران را به رسمیت بشناسید. 4. برای برچیدن بلندگوها از اطراف اشرف، برای پایان دادن به شکنجه روانی ساکنان اشرف، برای خاتمه محاصره ظالمانه آنها به خصوص محدودیت‌های جنایتکارانه پزشکی و بر عهده گرفتن حفاظت آن از سوی آمریکا و سازمان ملل اقدامات ضروری اتخاذ نمایید. دوستان عزیز، حضار گرامی، در آخرین ساعت فردا نوروز خجسته حلول می کند و بهار طبیعت آغاز می شود. پیشاپیش سال نو جدید ایرانی را به مردم ایران، به اشرفی ها و به خصوص به همه زندانیان در زندانهای ایران در سراسر شهرهای ایران تبریک میگویم. با همین قطعیت که بهار میرسد، بهار حقیقی ایران هم فرا خواهد رسید. بهار حقوق بشر، بهار انتخاب آزادانه مردم ایران، بهار عدالت و فرصت‌های برابر،
بهار بردباری و همبستگی و بهار دموکراسی. سلام بر بهاران آزادی ایران و سلام بر مردم ایران. همه شما متشکرم.